طرح ساماندهی میدان مشق سال 82 در هیئت دولت مطرح شد و بر اساس آن تبدیل این میدان به قطب تاریخی فرهنگی تهران در قالب طرح گسترش موزه ملی ایران به تصویب رسید. برای نگهداری صحیح از آثار تاریخی محوطه، این طرح همه نهادهای دولتی مستقر در میدان مشق بین خیابان‌های امام خمینی، فردوسی، سی تیر و سرهنگ سخایی را موظف کرد ساختمان‌هایشان را برای گسترش موزه ملی ایران واگذار کنند تا حضور نیروهای فرهنگی و ایجاد فضاهای پیوسته فرهنگی آموزشی مانند دانشگاه هنر جایگزین فضاهای نظامی موجود در این محوطه تاریخی شوند. طرحی که تردد ماشین‌ها در این منطقه را نیز منع می‌کرد. هرچند در طول سال‌های گذشته برخی مسئولان وقت سازمان میراث فرهنگی و شهری وعده‌هایی برای احیای این میدان دادند، اما هنوز هیچ کدام عملی نشده و به نظر می‌رسد انتقال دانشگاه هنر به ضلع شمالی میدان مشق در عمارت قزاق‌خانه تا کنون تنها تعهدی بوده که در راستای اجرای این طرح اجرایی شده است. شهریور سال 98 ظریف فهناچی، وزیر سابق خارجه و شهردار وقت تهران، در قالب تفاهم‌نامه‌ای وعده دادند بخش‌های اداری و سازمانی وزارت و امور خارجه به جز دفتر وزیر از ساختمان شماره 1 خارج شود. ساختمان‌های شماره 2 و 10 تخریب شوند و در صورت امکان بخشی از زیرزمین ساختمان شماره 9 هم به موزه اشیای وزارت خارجه اختصاص یابد. اما حالا بعد از گذشت حدود 18 سال از تصویب این طرح و قول و قرارهای بعدی، نه تنها هنوز حریم مشخصی برای این محوطه در نظر گرفته نشده و ساخت و ساز در اطراف آن ادامه دارد، بلکه تردد و پارک خودرو در این منطقه به وضوح رخ می‌دهد. حالا علی دارابی قائم مقام وزیر میراث فرهنگی با اطمینان از وقوع اتفاقات خوبی برای این میدان تاریخی در آینده نزدیک خبر می‌دهد. پرونده میدان مشق رو ما در دولت جناب آقای رئیسی با مدیریت های مهندس زرقامی در زمینه میراث پیگیری کردیم. موافقت اولیه‌اش به عمل آمده. مسئول این پرونده در دولت شخص وزیر میراث شده که در واقع ما منتظر جلسه‌اش هستیم. دلایل مستندات همه اینا ارائه شده. دولت هم تمایل خوبی برای این کار داره. اگر این اتفاق بیفته یک اتفاق بسیار بسیار بزرگ و میمونی واقعا نه فقط برای وزارت میراث، برای کشورمون خواهد بود.